مسئولین عزیز ما خیلی مملکت داری قشنگی کردن که واقعا قابل تحسین. از زمانی که آقای روحانی آمده ما در رفاه 100% داریم زندگی میکنیم. شهدا با رفتنشون گفتن همه ایران مال ماه، ما میریم که همه ملت در رفاه باشن. متاسفانه در رفاه که نیستن هیچ، در عذاب هم هستن. ما راه پیمایی کردیم که شاه بره دینمون درست بشه، جوانامون راحت زندگی کنه. متاسفانه دینمون که خراب شد، هیچ، فساد جامعه رو گرفت، هیچ، دزدامون زیاد شد، هیچ، بچه های جوانمون هم که آقای علمی هم میدونه، دو تا پسر 20 سال هم شهید شده و همسرم شهید شده. گفتم محسن نرو، مهدی رفته شهید شده کافیه. گفت مادر من وظیفم باید برم، من میرم که جوانا بعد از من راحت زندگی کنن. آیا جوانی هست که راحت زندگی کنه؟ مگر رابطه ای باشه پدرش یه جایی کار بکنه، تو وزیری وکیلی جایی باشه رابطه ای ببرش، وگرنه محاله. هر قدمی که این مسئولین ما وردارن و بذارن پا رو خونه شهید میذارن. من نمیگذارم بترسن از آهی که در بیاد گاهی. من عکس سه تا بچه‌ام و همسرمو گذاشتم اونجا. شب که میخوام بخوابم میگم مهدی، محسن، حاج آقا، چند نفر امروز نون نداشتن؟ چند نفر امروز غذا نداشتن؟ چند نفر امروز شرمنده بچه‌هاشون بودن؟ من درک میکنم ولی مسئول ما درک نمیکنه. من بچه‌هامو بردم با دست خودم زیر خاک خوابوندم، ولی آقای مسئول بچه‌شو با دست خودش فرستاده اروپا. از آلمان و اروپا به من زنگ میزنن خانم صفاقچی، بچه‌هاشون کثافتکاری دارن اینجا میکنن. اگر یه مادر شهیدی نفرین بکنه همتون بیچاره اید. بنده خودم نفرین میکنم. من بچه‌مو بردم زیر خاک خوابوندم که شماها راحت باشید، بچه‌های شما راحت باشه، نه خودم راحت باشم. الان مشکل دارم عین خیالم نیست، فقط دلم میخواد شما راحت باشید. فقط من میدونم و شماها میدونید که اون دنیایی هم هست، ولی مسئولین اصلا اون دنیایی قبول نداره. اگر قبول داشته نه همه دزدی نمیکردن. از زمانی که شاه رفته ما داریم با بدبختی زندگی میکنیم. چرا میگیم شاه نفرین و فوش میدید؟ به اینایی که الان در حال حاضر هستن و دارن کار نمیکنن و سودجویی میکنن و حق ما رو میخورن، حق خانواده شهدا. پریروز من دعوت کردن فرهنگسرای نیاوران، رفتم اونجا، آخونده اومده با یه قری میده و میره با می... گفتم چی اینقدر صحبت میکنی اینطور می... یکی از حرفات عمل داری؟ هیچ کدوم. حرفایی که ما میزنیم اگر عمل بکنیم ما به نتیجه در غیر ما چه سیر نمیشیم از صحبتهای شما، تذکرات شما. اینا بعد از عید، خانم امانی من خواب دیدم بعد از عید همه رفتنی هم، همه شون باید برن چون برای ما کار نکردن. جاش میخواید چی کار کنید؟